بینندگان عزیز توجه فرمایید. بینندگان عزیز لطفاً توجه فرمایید. خب همه یالتون خوبه؟ کسی کاری نداره؟ اگه میخواین برین سر یخچال و میوه وردارین، بهتر همین الان این کار رو انجام بدین، چون من میخوام براتون یه قصه تعریف کنم و وقتی قصه ما شروع بشه تا یک ساعت و نیم دیگه از جلوی تلویزیون جمع نمیتونیم بخوریم. خب اگه آماده این پس بزن بریم. یکی بود یکی نبود. داستان ما از اینجا شروع میشه که چند لحظه صبر کنید، اینجا که چیزی نیست، از که اشتباه شده. برگردیم تو مه. آه یادم اومد، بله داشتم میگفتم که داستان ما از اینجا شروع میشه که یه باند سارقین بسیار خطرناک دست به سرقت از یه جواهر فروشی زدن و یه قطعه الماس بسیار گران قیمت رو به سرقت بردن. بی‌طبیعت، چون اینقدر مواد مفاجر از زیاد میریزیم؟ چکار کنم رئیس؟ اینم یه جور اعتیاده. رئیس این باید در یکی رو بیاریم بتونه قاب صندوق رو باز کنم، نه اینکه ما بفرسته رو هوا. خاک بر سرت کنه، فکر کنم باید برم یک کسی رو بیارم که علاقل ماشینایی که میدونسر بتونه روشن کنه. حالا چی کار کنیم؟ روح دیگه نداریم، تا چند لحظه دیگه فقط پلیس اینجا میدونیم. پلیس؟ پلیس؟ وای پلیس اومده. پلیس پیاده شیم. رئیس تو پلیس یک کاری بکن، من هم پلیس میترسم. عادی باشین، عادی باشین، هیچ کس نباید بفهم ما چی کار کردیم. هر کدوم یه طرف بریم. تو نه، تو نه، تو تو نه، تو اینو به خود ببر بلا کن. اگر بلایی سر این بیاد من تو رو میکشمت. راه بیفتی.
سلام قربان. سلام. چه خبر؟ قربان، همونجور که مطلع هستید اینجا بزرگترین مرکز تجارت جواهراته و بزرگترین الماس جهان رو قرار بود اینجا فردا به حراج بذارن، ولی متاسفانه سارقان با یک اقدام غافلگیرانه اون الماس رو به سرقت بردن. قربان، همین نزدیکی هم. همین نزدیکی هم. گوشی نمیشه از کرد. دقیقا. به کل منطقه رو ببندن. بستن قربان. این چیه؟ این ماشین سارقاست قربان. این سرقت با یه نفر دیگرم به میون کشید، پس که روحش هم از این ماجرا خبر نداشت و فرسنگ ها از این ماجرا دور. این فرد کسی نبود جز دکتر سعید لطفی، ملقب به دکتر سسود، یه روانپزشک بی نظیر، کسی که بیماران خطرناک و روانی رو اونچنان به سرعت درمان میکنه که ملقب شده به دکتر سسود. اینم داداش، مطمئنی حالت خوبه؟ ممنون از احوالپرسی شما. آره من حالم خوبه. آخه گلندام، اینایی که گفتی من نیستم که. به هم میگن کامی پازخمی، کامی پازخمی. حالا بکش بار رد کار دوزه باید بیاد بابا. برا! بله ببخشید. شخصیت این آقای کامی پازخمی کاملا متضاد با دکتر سسوده. هرچقدر که دکتر سسود متین و موجه، کامی پازخمی شرور و خبیثه. کامی به این زخم افتخار میکنه و دوست داره همه اونو ببینه. خودش میگه توی درگیری که 10 نفر رو ناکار کرده زخم برداشته، اما دروغ میگه. خلاصه کامی پازخمی برخلاف دکتر سسود شخصیتی که همه خصوصیات بد و زشت و ناجور رو یه جا با هم داره. دوزی و زورگیری، عدم توجه به مقررات راهنمای رانندگی و عبور از چراغ قرمز، دعوا، و این چیکار کنه؟ خوردن پرتقال بدون پوست کندن و یا حتی شستن اون فقط بخش از خصوصیت کامی پازخمیه. اما همونطور که گفتم دغدغه اصلیش موتوره. کار نسایی که درد میخارا. سوگلی موتورام شدی تو. لطفی؟ ها. پازخمیه؟ نه بس دکتر سسوته، این کامی پازخمیه دیگه. دکتر که موتور سواری بلد نیست که. سیچی گوجه ای. لندهول بازم پیدا شد. نگاه کن. ای وای. ها چی شد؟ دکتر گفت براش خورشت کرفس درست کنم. خب حالا مگه چی شده؟ بابا دوست نداره خورشت کرفس. یادت اون دفعه قابل من رو با لقط زد ریخت تو آشپزخونه؟ بچه دیگه تازه وارد دیگه، نظر این غریبی کنه. این دو شخصیت حافظه مستقلی دارن، اونا هیچ خاطره مشترک از هم ندارن. هر اتفاقی که برای هر کدوم میفته اون یکی به یاد نداره. خلاصه براتون میگن که این شخصیت شرور غیر قابل تحمل آسایش و راحتی رو حتی از خانوادش و اهالی محلشون هم سلب کرده. مؤدب باشید آقا، این چه طرز صحبت کردن در مورد یک پزشک روانشناسه؟ بی تربیت. بله. بی ادب. بله. مادر، پدر،
سلام مادر، این چه لباسایی بر من گذاشتی؟ من با اینا برم مطب؟ من 20 از کت شلوار از آپارتمانم آوردم. نه مادر، همه لباساتو اتو کردم آماده گذاشتم تو اتاقت، ولی اول باید خورشت کرفسی که دوست داری نوش جون کنی و بعد. خورشت کرفس؟ آره دوست دارم. دوست داره دوست داره. خیلی دوست دارم خورشت کرفس. بفرمه مادر، بفرمه خورشت. بفرمه خورشت کرفس دوست دارم. عجب خورشتی شده مادر. به به، شد همون خورشت کرفسی که تو دوست داری مادر. بفهم درد نکنه. چه نوشه جان، چه بویی هم داره. آخه چی جذابتر از اینکه یه خورشت کرفس خوشمزه بخوری تو منزل پدر مادرت کنار پدر عزیزه؟ لطفی بخور مادر. بابا چه خورشتی خورشتی مادر، برای شما پدر؟ آدم برای من نیست، من برای خود. پدر من اخیرا متوجه یه سردرگمی تو رفتارتون شدم. سردرگمی؟ یه سردرگمی تو رفتارتون که میتونه ناشی از استرس های روانی باشه. توصیه میکنم تو اولین فرصت بیاین مطب معاینتون کنم. معاینه کنه؟ باشه، حالا غذاتون رو بخورین. غذاتون رو بخور مادر. حالا بعدم. پدر برای شما هم دوغ بریزم؟ نه من نمیخوام. کلسیم داره پدر. نه. پدر کلسیم داره. نمیخوام. کلسیم داره پدر. دوست داری مادر؟ عالیه. مادر عالیه. نوشه جان. پدر لطفا یه فکری به حال موتورسیکلت هایی که اینجا پارکه بکنین. من نمیفهم اینجا خونه است یا پارکینگ موتورسیکلت. سلام علیکم آقای دکتر، حال شما چطوره؟ سلام آقا فردین، حالت چطوره؟ الحمدلله به لطف شما خیلی بهتر آقا دکتر. دیگه چبا خواب نمیبینی که کرما برن تو بینید ها؟ والا دکتر جون به لطف شما و اون قرص قرمزا که وید دادید بهشون خوردم خیلی بهتر شدم، یا نمیام بخوابم. اما جدیدن سر زور که میخوام بخوابم ازدوارتم میام بخوابم، میخوام برم به دماغم که اونا براش فکر خوبی کردم. این آشا این دماغ گیره بذارم به توی دماغو تق میگیرم میخوام خوبه اینجوری؟ سلام آقای دکتر. سلام علیکم. میشه چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟ خواهش میکنم بفهم. لطفا از این بچه های من بپرسیم ببینیم برای چی منو برشان آوردن اینجا. برای چی ایشون آوردن اینجا؟ سر جوراب آقای دکتر، سر جوراب. جوراب من جوراب نخی رو بیشتر از جوراب نایلون دوست دارم. خب چه اشکالی داره؟ منم جوراب نخی رو بیشتر از جوراب نایلون دوست دارم. چه جاله، با هم همسلیقه از آب در اومده. بله خیلی خوشبخت. ببخشید آقای دکتر، شما جانب. این جوراب نخی رو با سس سفید دوست داری میل کنین یا با سس قرمز؟ آها بله، شما تشریف داشته باشین اینجا. خیلی تشریف ممنون. داشته باشین. خیلی ممنون. دکتر قدرتون رو چی نصف کنیم؟ سلام. شما حالتون خوبه؟ شما خوبی؟ من خوبم. مطمئنی خوبی؟ امروز هر کی به پوست ما میخوره غیر عادیه.
لیست مریضای امروز همیناست؟ غیر از اینا اون آقایی که تصور میکرد نارنجک و زامنشو کشیدن، اون یکی هم که جغ شده بود هستن، فقط باید از آسایشگاه بیارنش. لطف کنیم به نوبت بفرستین اتاق. چشم. آقای دکتر خیلی میخوامه. بله بله خیلی سپاسگزارم. همطور که گفتم سعید، یا بهتر بگم دکتر سعید لطفی، یه روانشناس بسیار مشهوره که با شیوه معجزه‌آسای موفق شده بیماران بسیار صعب العلاج معالجه کنه. تکنیک اون به قدری کارآمد سریعه که منجر به این شده که همه اونا به نام دکتر سسوت بشناسن. خیلی خوب، کافیه بده. بذارم این چکه حاج محمود پاس شد. چی؟ اون پاس میشه. منی چرا بستیم؟ یعنی دیگه ستاره نیبینی؟ من یه روزم ستاره داریم. بفهم. دکتر سسوت محروب. هرچند که خود سعید از این لقب زیاد خوشش نمیاد، و اما ماجرای دو شخصیتی بودن سعید از اونجا آغاز شد که چند مدت قبل یک سارق شرور و خطرناک به نام کامی پازخمی رو برای معالجه پیش دکتر. درست 7 روز و 7 ساعت و 7 دقیقه بعد از این ماجرا، برو بیاریم بابا بی خود اسم خود گذاشتی دکتر سسوت. سسوت تکم نیستی. گوز دادی خوردم، آمپول دادی زدم، به این برم قرد شدی هیچی نگفتم. این صدای سوت گوشت من خوب نشد چه نشد. قبلا یه دونه صدای سوت تو بیشم میمد دکتر
بعد زندگی سعید تبدیل شد به برزخی که هم اکنون در اون دست و پا میزن. اطرافیان دکتر و به خصوص والدینش که از تغییر شخصیت سعید به شدت ناراحت هستن به فکر چاره میافتن. البته پیشنهاد ما اینه که تا اونا چاره مورد نظر پیدا میکنن بریم به سر ببینیم که چه بر سر الماس سرقتی. ببینم چه خاکی باید تو سرم بریزم با این ماشین قرازه. خاک بر سرت کنن. راه میافتی ببینی کجا ماشین خرابه همونو میدوزی. آره هر روز صبح ساعت 9 بچه رو میارن مهدی کودکونم صبونه نخورده، بعدم تازه انتظار دارن وقتی میام دنبال بچه‌شون ژیمناستیک و ایروبیک و زبان و نقاشی رو فوتو آب شده باشه من بهت زنگ میزنم. وضعیت بدیه. چیکار میکنی؟ دارم نگاه میکنم. بی خود که داشتی نگاه میکردی. ناسلامتی فردا امتحان داری. واسه این تعطیلتون کردن که بشینید درس بخونید، نه که بشینید 4 ساعت زل بزنید به تلویزیون. ببین مامان خانوم، من همه کارام برنامه‌ریزی شده است. از الان تا بعد از ظهر که شما میای، من 2 ساعت فیلم نگاه میکنم، 1 ساعت بازی میکنم، دوباره بازم 1 ساعت و نیم فیلم نگاه میکنم، آخرش هم نیم ساعت درس میخونم. نیم ساعت برای امتحان به این مهمی فقط باید بشینی نیم ساعت درس بخونی، اون وقت 4 ساعت فیلم ببینی. همه زندگیت شده فیلم. اصلا تو این فیلم رو چند هزار بار دیدی بابا؟ دیگه سیدیش پوسید. درس خوندن فقط برای من نیم ساعته. بعضی هم هستن که 3 ساعت درس میخونن، اما من همیشه نمرم از اونا بیشتره. این برنامه به درد خودت میخوره. پشت برو دفتر کتابتو ببشین درستو بخون. مقدور نمیباشد. چی؟ یعنی به خاطر مامانت هم مقدور نمیباشد؟ نه، من که غذا میپزم برات، خونه رو تمیز میکنم برات، بازم مقدور نمیباشد؟ من که مامانت هم بزرگت کردم، دوستت دارم، مقدور نمیباشد؟ خب چون شما رو خیلی دوست دارم، نیم ساعت از بازی میزنم به درس خوندنم اضافه میکنم. بیشتر از اینم اصرار نکن که اصلا جا نداره. ببین پسر گلم، من اینا رو به خاطر خودت میگم. آخه تو تنها مرد زندگی منی. من میخوام تو درس بخونی، با سواد شی، کلی بهت افتخار کنم. خیالت راحت باشه مامان جون، به زودی به من افتخار میکنی. بس که مثل تو فیلم ها حرف زدی. برم دیرم شد، فقط غذا تو گوشم لوکاس که آروم آروم بپزی. یاد نره حتما گازو خاموش کن، خرابکاری نکنی تو آشپزخونه ها. خیالت راحت باشه. من رفتم. خونه رو بسپر به من. را بیافتین کله پوکا. Thank you.
یک ساعت اومدین اینجا الماس منو بیارین وایستادین با این بچه دارین گرگم به هوا بازی میکنین؟ چیکار کنیم رئیس ما که؟ ساکت! الماس من کجاست؟ اونجاست رئیس. را بیفتین کله پوکا. رئیس، الماس نیست. چی؟ اگه الماس من پیدا نشه پودرتو میکنم کله پوکا. همینجا مخفیش کردم. خب بی تربیت، شاید جایی درستی مخفیش نکردی. نه رئیس، خوب مخفیش کردم. حتما از علامت فهمیدم. چی؟ علامت؟ خب علامت دیگه، یه فلش زدم زیرشم نوشتم اینجا. بی تربیت های دل دوست، کله پوکای بی تربیت. باید میذاشتم به همون دل دوستیتون ادامه میدادین، نه اینکه با من رئیس دوزا مغز متفکر بزرگترین سرقت های جهان بخواین کار کنین. نگاه کن علامتشو بی تربیت. رئیس، به جون خودم خوب قایمش کردم، همینجا گذاشتمش، حتما یکی برش داشته، همینجا. این یعنی این که صابخونه برش داشته. بگو ببینم پسر جان، الماس من کجاست؟ غیر از تو کیا دیگه توی خونه زندگی میکنن؟
یه بچه آدم حرف بزن ببینم چی میگی، من که چیزی نمیفهمم. خیلی ببخشید رئیس، وقتی دندانم چسب باشه نمیتونه مثل بچه آدم صحبت کنه که. بیا بی تربیت کل پوک، خودم میدونستم میخواستم امتحانتون کنم. چسب دندانش بکن. خیلی خوب پسر جان، بگو ببینم غیر از تو دیگه کیه تو این خونه زندگی میکنن؟ خیلی ها. مثلا؟ غیر از من، مامانم که مربی مهد کودکه. خب اون که چیزی؟ دختر خالم هم قهرمان شمشیربازیه، اونم اینجا زندگی میکنه. یه دایی هم دارم که کمربند مشکی کاراته رو داره. یه عمو هم دارم که قهرمان کنفوه. بعد با بزرگ من پلیس، همشون هم اینجا زندگی میکنن. راستی یه دایی هم دارم که قهرمان جودوه. آدم هایی و مثل این جنگیل و فنگیل و با یه دست همچین بلند میکنه و میکوبه رو زمین که موخشون بیاد تو دماغشون. رئیس بهتره قبل این که این قمخیش یجوج مجوجش برسن اینجا، اینجا رو ترک کنیم. بذاری من فکر کنم. تربیت لازم نیست، ما از اینجا میریم، اما این بچه رو با خودمون میبریم. فینگیل اینو بندازش تو گونی. برش بیاریم بی تربیتو. شماره خونتون چنده عزیزم؟ الان کسی خونمون نیست. پس اون همه عمه و دایی و خاله شمشیرباز و کاراتبازت کجا رفتن؟ خب من همشو دروغ گفتم، من فقط با مامانم زندگی میکنم. مامانم هم تو این دنیا فقط منو داره. اگه بفهمه شما منو گرفتی میمیره. خواهش میکنم بذاری من برم. آها پس اون مامان بی تربیتت الماس منو برداشته. خوش سلیقه هم هست، خوشم اومد. نه مامانم بر نداشته، مامانم اهل اینجور کارا نیست. ساکت؟ بالاخره الماسه به این گنده که آب نشده فرو بره تو زمین، یه کسی ورش داشته. بی تربیت، شماره مامانتو بگو. صفر 912. و اینجوری شد که دزدا شماره تلفن سارا مامان آرش رو پیدا کردن. خب بچه ها جونم، حالا دیگه نوبت مشکل هفته است. اون مشکلی که کل هفته داشته اذیتتون میکرده، حالا با چشمای بسته سعی میکنیم مشکل رو تصور کنیم تو ذهنمون و باید این مشکل رو فراریش بدیم. حالا مشکل رو تصور کنید، چشاتون رو ببندید. آره حالا باید بترسونیمش. 1 2 3. آره آفرین آفرین، فرش کنی فرش کنی آفرین. بترسونید. بعدی بفرمایید. بله دیگه
دزدا با سارا تماس گرفتن و بهش خبر دادن که بچهشو دزدیدن و اگه الماسو تا 4 ساعت دیگه پس نده اونو آزاد نمی کنن. اونا فکر میکنن که سارا الماسو برداشته، اما اون روحش هم خبر نداره. ضمناً تهدیدش هم کردن که اگه به پلیس بگه بچهشو دیگه نخواهد. بچه دینگیل، دینگیل، بونی تناب، تناب، صندلی، سری، صندلی، بیت قبر بیت خواه باشو، باشو سریشو بیتی، بده من آمد، بدهش من محکم محکم بگیرش، محکم محکم ترش کن، دفت ترش کن، خوبه خوبه، تنابه بگیر، تنابه بگیر، تنابه بگیر، محکم محکم ترش بگیرش، خوشمده شدی. تو هم خوردنی شدی. اینجا چه خبره؟ کله پوکای دوباره بی تربیت. نگاه کن، همه ی سرمایه شکلاتی من از بین رفت. یالا برین اون پسر تارزان از اون بالا بگیرید بیارید خودتون هم به سر صورتتون بشون، میخوام بریم سر قرار. Thank you.
خوشحال باش پسر جان، مامانت با الماس اومد. این آمبولانسی که چی بود دزدیدی؟ اولش با تک حساب روشن میشه رئیس، نگاه. تک استارت ها؟ پلیسا نگفته بودم. ولی مگه تو فیلم نگاه نمی کنی؟ تو همه گه فیلم ها تا پدر و مادر رو زنگ نزنن به پلیس اصلا بچه پیدا نمیشه. ولی خانم بود ارز، این فیلم نیست، واقعیته. بچه منو دزدیدن، خودم باهاش حرف زدم، پیش دزدا بود، دزداشم اصلا مثل دزدایی تو فیلم های خارجی نبودن. نه عزیزم، منظورم این فیلم های خارجی الکی نبود که، منظورم فیلم های خودمون بود. مگه ندیدی تا پدر و مادر زنگ میزنن به پلیس هم بچه پیدا میشه، هم همه چی به خیر و خوبی و خوشی تموم میشه. تو هنوز سکسکت خوب نشده؟ بلند شو قربونت برم، بلند شو برو پیش پلیس. سلام. خانم شاییتون سرک میشه. نمیخوام. سرک میشه. شیری میله میکنی؟ نمیخوام. اسم کلینیکس بفهم. توانا. چشم سر. بسیار خوب خانم. اون مردی که باهاتون صحبت کرد، صداش چه شکلی بود؟ چه شکلی بود؟ مرد نبود. در نامردیش که شکی نیست، چون فقط یک آدم نامرده که میتونه یک بچه پاک لطیف معصوم و مثل ابر رو بدوسته. احسان جناب سوان، خانم ملاحظه فرمودید جناب سوان چه تشخیص درستی دادن؟ اون یک نامرد بوده. منظورم اینه که اصلا مرد نبود. مرد نبود و چی بود؟ کی بود؟ یه زن بود. زن بود جناب سوان. پس معلومه با یه باند خیلی حرفه‌ای طرفیم که رئیسش یه مرده. احسن جناب سروان، فقط جسارتاً از کجا فهمیدید که ما با یه باند حرفه‌ای طرف هستیم؟ کاملا ساده است. ساده است. برای اینکه خانم‌ها همیشه روحیه لطیفی دارن، پس یک زن با یک روحیه لطیف نمیتونه یک بچه معصوم پاک و مثل ابر رو قربان و مثل ابر رو بدزده. مگر اینکه حرفه‌ای باشه. و یک زن حرفه‌ای میتونه با یک باند حرفه‌ای کار کنه. پس نتیجه میگیریم این باند خیلی حرفه‌ایه. محل قرار رو کجا گذاشتن خانم؟ یه جایی تو بیابون نزدیکای جاج رود. نه این آدرس برای ما قابل قبول نیست. جاج رود جاش بزرگه. دقیقاً کجاست؟ یه جایی محل تلمبار کردن زباله. تلمبار زباله؟ قربان به نظرم مرکز جمع‌آوری زباله‌های آبلیو میگن. من اونجا رو مثل کف دستم میشناسم. اونجا رو خودم هم میشناسم. بله قربان. نگفتم با چه ماشینی میان؟ چرا؟ گفتم با یه آمبولانس. 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 سریع به تمام واحدها خبر بده، ما با یه باند خیلی حرفه‌ای طرفیم، میریم به محل قرار. بله، فقط جسارتاً یه سوالی. استوار محل قرار. بله قربان. سلام آقای دکتر افشار، من لطفی هستم، پدر دکتر سعید لطفی. نه آقای دکتر، اون دوتا جسمش، منظورم اینه که روحشون هم این ماجرا خبر نداره. کدوم دوتا جانه؟ همین سسوت و کامیپا زخمیه رو میگم دیگه آقای دکتر. اون لات بی سر پا که خودش بلند نمیشه بیاد، بنابراین باید به زور بیاریمش. میشه از شما خواهش کنم که یه تمهیدی در این مورد بیاندیشید؟ بله؟ پسرتونو میگید جانه؟ نه آقای دکتر، آدم که راجع به پسر خودش اینجوری حرف نمیزنه. منظور من این کامیپا زخمیه که رفته تو جسم پسر نازنین منده. متوجه شدم جانم، خیالتون راحت باشید، مثل یک نوزاد خوابیده میاریمش پیش خودمون. مطمئن باشید کلینیک ما با امکاناتی که در اختیار داره به راحتی اونو معالجه میکنه جانم. تا نیم ساعت دیگه یه آمبولانس دم در خونه شماست جانم.
ببخشید آقای دکتر، تو این مطب خودتو مالجش میکنی؟ نخیر جانم، دکتر سسود یک کیس خیلی نابخواسته جانم، اونو به کلینیک مجهز خودمون در منطقه جاجرود میبریم، فکر کنم یه چند روز مهمون ماست جانم. مکالمه تمام. ای بابا من نمیفهمم کدوم احمقی میاد موتور اینجا پارک میکنه. حالا چرا اینقدر وسط؟ چیکارش کنم؟ کلت چیه؟ این لباس های زایی دیگه چیه؟ برای که تن من کرده؟ اینو مگه میشه بانگ زد؟ من روی بسته الان میام. مرغ از قفس پرید خانم. لطفی زنگ بزن کلینیک، گفت داره میره بانک بزنه. بانک؟ خانم بدبخت شدیم رفت پیکارش. آقای کامیپا زخمی؟ به فرض که باشن دکتر اینه؟ باید با ما تشریف بیارین کلینیک. کلینیک برای چی؟ برای که خوب بشی پدر جم. برو قصد باید بیاد با همه عالم خوبه. آی از یاد باشه یاد باشه یاد باشه یاد باشه یاد باشه. شد که نقشه کامیپا زخمی برای سرقت بانک ناکام. اما توصیه میکنم کانال عوض نکنیم، چون تازه ماجرای کامیپا زخمی و دکتر سسود و جدال با سارقین الماس داره به جاهای قشنگش میرسه. کله پوک، الان مادر این بچه پشیمون میشه، میذاری میره. مجبور بودی از این گند زبالا ما رو رد کنی؟ بالاخره روشن شد.
برمیگردی پنگاه. کار از خوب بود. کدوم کار؟ همین که ماشین خراب شد. اگه ساله بود الان تو چنگ پلیسا بودی. حالا من آزاد میکنی؟ با این کاری که مامان جونت کرد حالا حالا ها مهمون مای جوجو را بیافت کله پوک. استا برای این بچه اون خانومه؟ خب جناب سروان، آمبولانس، مرکز جمع‌آوری زباله ها، جاجرود، نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم؟ که ظاهراً این پسر پسر همون خانومه. جالبه، به خانومه نمیاد بچه‌ای به این بزرگی داشته باشه. خب جناب سروان، از چهره خانومه نمیشه به سن سالشون پی برد. من مادر بزرگم میخواستم بگم که همین دیگه نگو 38 سالشون. آرش پسر من کجاست؟ مگه ایشون پسر شما نیستن؟ ایشون مسخره کردید منو؟ پسر من یه بچه 10 ساله بود. اجازه بدید من. خدا، من چرا به حرف خانم گودرزی گوش کردم؟ چرا من به پلیس آقا اعتماد کردم؟ اگه خودم می اومدم من آرش پیشم بود. پسر بیچاره من الان معلوم نیست دست دوزده به چه روزی افتاده. واقعا که ببخشید سرکار، میشه یه اطلاعاتی به من بدین که منم متوجه بشم چه اتفاقی افتاده؟ بله، چرا که نه. پلیس قضیه سرقت الماس و دزدیده شدن آرش رو برای سعید تعریف کرد و دکتر سسود که دل بسیار نازک و طبع بسیار لطیفی داره با دیدن گریه های سارا به شدت متاثر شد و تصمیم گرفت به اون کمک کنه. خانم کجا میرین؟ شما که هنوز بچه‌تون رو پیدا نکردین. دیدید که اعتمادم به پلیس اشتباه بود. دزد شمارم رو دارن، حتما با هم تماس میگیرن. بهشون میگم اشتباه کردم. خب این چه فایده ای داره؟ بالاخره الماس که پیش شما نیست، دزد هم الماسشون رو میخوان. ای خدا چی کار کنم؟ اجازه میدی من بهتون کمک کنم؟ چطوری؟ من سعید لطفی هستم، پزشکم، روانشناسم. اطلاعات زیادی در مورد روانشناسی دوزها و آدم روباها دارم. شما اجازه بدین تو این قضیه من مدیریتش رو به عهده میگیرم. شما بفرمایید داخل ماشین بشین. جناب سروان، یه لحظه. سعید، سروان کمالی و سارا رو راضی کرد که بهشون کمک کنه و چون خونه سارا دیگه براش امن نبود و سارا هم حاضر نبود شب و در اداره پلیس بگذرونه، با هماهنگی سروان کمالی قرار شد که سارا به خونه سعید بره. جناب سروان، همه چی مشکوک به نظر میاد. این لودر، این آمبولانس، محل جمع‌آوری زباله‌ها، جاج رود، به نظر تو مشکوک نیست؟ استوار قربان، به نظرتون اینا نمیخواستن ما رو فریب بدن؟ استوار قربان، یه پسر بچه به جای مرد جوون. استوار قربان، این من به این خانم مشکوکم. استوار ماشینو بیار. اطاعت قربان. چیت؟ بفرمایید. جناب سروان، من راضی به زحمت شما نبودم. زحمت نیست، وظیفه است. یه چند تا سوال مهم دارم که حتما باید ازت بپرسم. اولین سوال. سوال اول، شما با آمبولانس تو مرکز زباله یاوری چیکار میکردی؟ که البته با توجه به حرفه پزشکی شما این پاسخ منتفیه. سوال دوم. سوال دوم، مطهر یا مجرد؟ که با حضور پدر مادرتون تو خونه این پاسخ هم منتفیه، درسته؟ بله. و سوال سوم، شما چطور میخواید به این خانم مال باخته، یا بهتر بگم پسر باخته، پسر باخته کمک کنیم؟ من فکر میکنم این سوالیه که جوابش باید هر جفتتون میدونستید. موفق باشی. موفق باشی. فقط مواظب خودت باش. فقط مواظب خودت باش. بفرمایید.
خدا قربونت بره مادر، چیزی خوب شدی. بله بفرمایید. سلام علیکم. این خانم کی؟ مادر بریم داخل کامل توضیح میدم براتون. بفرمایید. خانم تو بفرمایید. 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 عجیبه، این دکتر افشار گفت یه چند روزی طول میکشه. عجب، علم پزشکی پیشرفتی کرده، نمیدونستیم. بیا خالی جان، بیا برات کلی باب زبون نم کردم. بیا اینو بخور آروم شی. نمیخوام. بابا قضام که هیچی نخوردی، اینو بخور. نمیخوام. شما نیاز به خواب و استراحت دارین. شما بخور مادر. مرسی مادر. نمیتونم، فکرم پیش آرشه. آرش کیه؟ پسرشونه پدر جان، حالا بعدا براتون تعریف میکنم. آقا تو همش میگی بعدا براتون تعریف میکنم، به کی تعریف میکنم؟ کاش که من نسخه و مهرم همراه بود براشون یه داروی آرام بخش تجویز میکردم. آرام بخش نمیخوام. شما به من قول دادین کمک هم کنین که پسرمون نجات بدیم. هنوزم سر قولم هستم، ولی شما باید یه نشونه‌ای از اون الماس به من بدین. من باید یه سرنخی داشته باشم از این جایی شروع کنم. من نمیدونم، اصلا روحم از اون الماس خبر نداره. آقا فکر کنم که راجب اون دزدی چند روز پیش میگه، یه دزدی بزرگ انجام شد. دزدی من یه جا خوندم تو این روزنامه باید بشه. حواسم که نیست کجا گذاشتم. آینا بفرمایید. بله، نوشته این الماسه انقدر بزرگ بوده که نتونستم براش قیمت بذارم. در نتیجه قرار بوده فردای حراش قیمت گذاری کنن که شب قبلش سرقت شده. بفرمایید. با جزئیات نوشتم الان. وای چه الماس بزرگی. حالا شما چجوری میخوای الماس به این گندگی رو پیدا کنید؟ اون با من، فقط شانس بیاریم دزدا تماس بگیرن. بله. همه یه تلاش تو کردی، اما دیدی که بی نتیجه بود، چون هنوزم بچه تو چنگ ماست. تقصیر من نبود، همش تقصیر این خانم گودرزی بود که گفت به پلیسا زنگ بزنم. خواهش میکنم سر پسرم بلایی نیارید. اگه الماس منو ندی که ما میکشیمش. نه، نکنه پسرمو کشته باشین. باید باش حرف بزنم. تو باش حرف نزنم از الماس خبری نیست. سلام مامان جون، من الان خوبه، سلام پسرم، قربونت برم. من با این جنگیل و فنگیل دارم حسابی خوش میگذرونم. جنگیل و فنگیل دیگه کیان؟ دو دوست دست و پا چلفتی که حسابی باشون حال میکنم. یه جو فاطمه راستکی. پسرم کارهای خطرناک نکنی ها، اینا دزدن، شوخی سرشون نمیشه ها. چشم مامان جون، خیالت راحت باشه، اینجا اوضاع تحت کنترله. چرا مثل تو فیلم من اینجا تو خونه آدم های غریبه، هیچ گل ندارم بهش تکیه کنم. الو شما یه نشونی بدین، من خودم الماس رو براتون میارم. شما کی باشی؟ من داییشم. یکی داییشه رئیس، ازش بپرسیم دایی کاراته بادش یا اون جدوکاره. تو کدوم داییشی؟ همون که کاراته کاره یا جدوکاره؟ من هر دو رو بلدم. حالا این الماس کجا باید بیارم؟ الماس من الان اونجاست؟ آره، الان دقیقا جلو چشم منه، دارم نگاش میکنم. لامصب چقدرم درشته. خیلی خوب، یادداشت کن، اما کلک بی کلک به پلیس هم چیزی نمیگی، که اگر بگی دیگه هیچ وقت این بچه رو نمیبینی. الو من رسیدی؟ من الان دقیقا جلو تابلو اونجا. الماسم باهاته؟ بله بله همرامه. حالا پیاده راست دماغتو بگیر تا
من الان پیاده شدم، اگه مسافت طولانیه با ماشین بیام. ساکت، بی‌تربیت. کاری که بهت میگم انجام بده. به من میگه بی‌تربیت. عصبانی نیستم، من عصبانی نیستم. من عصبانی نیستم. من عصبانی نیستم، من عصبانی نیستم. من الان میام. من الان میام اینجا. من الان میام. من عصبانی نیستم. من عصبانی نیستم. الو. الو. رسیدی؟ بله، من دقیقاً جلو تابلو اینجام. خب، حالا برگرد. آقچون، اینم از الماس. فکر کنم رئیس به خاطر این شیرینکاری یه پاداش خوب بهمون بده. پاداش به کنار، همین که شر این بچه تخش شیطون خلاص بشیم و باید داریم جشن بگیریم. یلا برش تا داریم. چی بود؟ بی تربیت. این ماشین یک آدم باهاش بره آدم ربایی کنه. مگه چه چیه؟ خیلی هم خوشگله. تا در سار نمیخوره. آره؟ ببینم. آدم با تربیتی الماس رو میزنه تو کهنه گره میزنه. من احساس میکنم که سرم شکسته. برای چی اون وقت زدین تو سر من؟ این به خاطر رعایت نکردن رژیم غذاییت بود. یه مقدار وزن کم کن، کمر درد گرفتم. حالا نه اینکه شما خیلی رژیم غذایی رو رعایت کردین و خیلی بدناتون رو فرمه. ساکت! پس شاهدوز شمایین. به تو هیچ ربطی نداره. لپوکای بی تربیت، باید میذاشتم همون دل دوز باقی میموندید. آخه شما دوتا کلپوک چطور اصلا از پر تشخیص ندادید؟ گذاشتین یه زن و یه بچه و یه مرد خلوچله بی تربیت بازیتون بدن؟ حالا این دوتا کلپوک بودن، فکر کردی منم خرم ها؟ بله نسبت خر. زبون میریزی ها؟ حسابتو میرسم. لاغل یه کریستالی میبودی که سوراخ نداشته باشه. این از لوستر کدوم مادر مردهی باز کردی آوردی؟ دوست، بی تربیت، انگل جامعه آخه. رئیس، اون که شبیه همون الماس هست، از کجا فهمی تقلبیه؟ چجوری؟ اینجوری. خوب کردم، جینگیل فینگیل. زانو بزن. آخه برای چی؟ برای اینکه میخوای بکشیمت. چرا؟ برای اینکه تو یه دغلباز و ریاکاری، میخواستی ما رو گول بزنی، میخواستی یه الماس تقلبی رو به ما قالب کنی. ریاکار بی تربیت. اگر امکانش هست من میخواستم چند لحظه شما رو تنها بذارم، یه صحبت کوتاهی میخواستم بکنم. خیلی سپاسگزارم. من
عذر میخوام، میخواستم چند لحظه وقتتون رو بگیرم. آخه خانم با شخصیت و با کمالاتی مثل شما که عینه پرنسس میمونه، آخه حیف نیست گزینه خشن رو انتخاب کنه، خشونت رو انتخاب کنه، وقتی میشه با دیالوگ با گفتمان مسائل و مشکلات رو حل کرد. آخه دیگه خشونت برای چی؟ مذاکره. مذاکره؟ مذاکره میکنیم. بله. اما یادت نره گزینه نظامی رو میزه. بله اون که واضحه، خیلی هم نزدیک گزینه نظامی رو نیست. من یک مطلبی رو می‌خواستم به شما بگم. نه من، نه اون خانم، نه پسر اون خانم، هیچ کدوم نمی‌دونیم الماسا کجاست. من خودم تازه عکس الماسو تو روزنامه دیروز دیدم. حالا شما یکم به ذهن خودتون فشار بیارین، شاید جایی رفتین، مهمونی رفتین، مثلا اونجا جا گذاشتین. این مسئله بین مریضای من پیش میاد. من یک دکتر روانشناسم و کاملا با یه بیس علمی خدمتتون عرض میکنم. خانوما به خاطر اینکه ذهنشون درگیر مشغله های ذهنی زیاد دارن، مرتب و مدام وسایلشون رو جا میذارن، کیفشون رو جا میذارن، عینکشون رو جا میذارن، آینهشون رو جا میذارن، تلفن همراهشون رو جا میذارن. این الماس هم احتمالاً توی مهمونی رفتین جا گذاشتین. من واقعا متحول شدم جناب. چرا خودم واقعا به این موضوع مهم فکر نکرده بودم؟ پیش میاد، بالاخره من روانشناسم، کارم اینه. من حالا یه پیشنهادی دارم. شما خودتون پلاکش زوجه یا فرده؟ اگر زوجه، روزای زوج تشریف بیارین مطب، من 5 جلسه روان درمانی میکنم، این مسئله تمرکزتون حل میشه. حالا اونم یه الماسی بود یه جایی گم کردین توی مهمونی دیگه. اصلا ذهنتون دیگه درگیر نکنید. پس من منتظرتونم، وقتتونم نمیگیرم، سریعتون کم نشه. اینو بندازینش پیش اون پسره پر روی بی تربیت تا بدون بابا شوخی نداریم. آره رئیس، هرچی رو بندازی پیش اون پسره سرسده مغور میاد. ببرینش. آخه چرا؟ و اینجوری شد که سعید برای نخستین بار در عمرش طعم زندان رو چشید. چیه؟ خب این بی تربیت الماسم رو دزدیده بود. حالا پیش این پسره تخس بمون تا بدونی عاقبت کسی که به ما کلک میزنه چیه. 2 ساعت اینجا بمونی خودت آرزوی مرگ میکنی. نه بابا، اینم داییشه، مثل خود پسره میمونه. مگه نمیدونی بچه حلال زده به داییش میره؟ بریم بابا، بریم. برو از چی گرفتم؟ من برای نجات تو اومدم. یکی من خودت رو نجات بده، تو که بیشتر از من از این تا کله پوک درسیدی. این مهم نیست، بالاخره یکی باید میومد برای نجاتت، نه؟ تو کی؟ من که دایی ندارم. مهم نیست، ولش کن. تو سالمی؟ بهت زدمه که نزدن؟ نه. میرم تو چرا اینقدر بیخیالی؟ تو اصلا نگران مادرت نیستی؟ نمیگی ادوری تو داره چی میکشه؟ بیخیال بابا، همه این مامانا بیخودی نگران میشن. چیزی نشده که، کلی حالشون رو گرفتم. تازه نبودی ببینی چه بلوهایی سرشون آوردن. تنها درخوری 1 و 2 و 3 رو همه رو سر کلهشون پیاده کردن. اولش که بالا پشتمون خواستن بپرن، میخوری اینقدر دیست گذاشتم زیر پاشون. وای خیلی بد. تنهایی؟ پدرت کجا؟ فیلم دیدن رو رویت تأثیر گذاشته. فکر میکنی همه زندگی فیلمه. آرش پسرم، این اتفاق فیلم نیست، این اتفاق واقعیه، میفهمی؟ مامانم خیلی گریه میکرد. آره کاش الان پیشش بودم، اون به من احتیاج داره.
خب منم برای همین اینجا مارش. برو بابا تو چجوری میخوای ما رو نجات بدی؟ با یه پخه من سمت بد میشه رو هوا. آرش 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 تو کی هستی؟ اینجا انباریه که ما توش زندانیم. تو هم یعنی دایمی که اومدی من نجات بدی. یعنی من خواهر دارم. ببین خواهر زاده هنوز زندانی تو دنیا ساخته نشده بتونه کامی پا زخمی رو تو خواهش نگه داره، نجاتت میدم. باریکلا ماشالله قهرمان. تشریف نکن تشریف، من مال خودم نیستم خواهر زاده، متعلق به همه. بیرون میبرمت، قدیمیه ولی بیرون میبرمت. بیرون، برای توش کردی؟ من گفتم بگر میان دیم ساعتم نشد. نمی‌کنیم به این زودی ما رو ترکمون کنیم، دلمون براتون تنگ میشه بی تربیتا. اما ما داشتیم این اطراف قدم میزدیم که برخورد کردیم به شما. هیچ، حتما اومدین اعتراف کنیم. میشنوم. اعتراف؟ اعتراف چی؟ مثل که تو حرف حساب حالیت نمیشه نه؟ جینگیل؟ هیچ. ایتالیات ببندشون به صندلی هر جفتشونو. بکن نکن. خیلی خوب خیلی خوب. حالا برو اون فینگیر تن لش بی تربیت هم وردار بیار اینجا. فینگیر 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 دندونات کن. این بچه میگفت یه دایی داره جدو کاره، خب یکی دیگه شدن تکوانده کاره. خب فکر میکنم این یارو یه دایی دیگه شون بود. یعنی سه تا دایی داره؟ از کجا فهمیدی؟ چون این یکی استاد بوکسینیه. باشو بریم، باشو بریم به جای خوب قصه رسیدیم. باشو 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 دوتا.
مثل که تو نمیخوای حرف بزنی ها؟ اصلا اشکالی نداره، چون من آدمای خیلی گنده تر از تو را موقع رو بردم. ایوان خوشم اومد. زنه با جنم نهیده بودم. اینم سالار، تا حالا به فکر مزرع شدن نیفتادی؟ تو رو سگ من بالا نیمده بچه پرون الماس منو بهم بده دیگه بی تربیت. ای میگه الماس هم کجا بود؟ مگه ننم هم بفرستم خواستگاری انگوشار نقره میدم به ده؟ ای میگه الماس بی تربیت نمیدی نه؟ الماس همو پس هم نمیدی نه؟ یک بلایی من سر تو بیارم، یک بلایی سرت بیارم که این بلبل حرف بزنی. جای الماس که سهله، جای شکولت شیرینی هایی که بچگیت هم دوزیدی این برم بر قایم کردی هم بهم لو میدی. حالا صبر کن نگاه کن. اگه لو ندم چی؟ لو میدی؟ به من میگن فلورا. به به، چه اسم قشنگی فلورا. سپاس گذارم از لطفتون. اجازه هست قربان؟ خواهش میکنم. متشکرم. شما آده هستی؟ بله؟ متشکرم. از همکاریتون ممنونم. این گوشتون لطفا. نمیبینم؟ متشکرم. آماده ای؟ یالا حرف بزن ببینم حالت چطوره ها؟ گفتم یه کاری با هات میکنم که اسم بلبل به زبون بیاد. یالا بی تربیت بگو ببینم الماس قشنگ من کجاست؟ الماس بزرگ من کجاست؟ بی تربیت سلام علیکم. امروز جمعه است، اول هفته. میخوام یه هفته شاد و مفرح داشته باشیم، از اون هفته هایی که دیگه تا پایان سال تکرار نمیشه. باز خاطر همینم من بعد به شما دو نفر اول عجل و نظام بگم. چی؟ عجل و نظام. شما دو نفر من محکم جواب منو بدیم. محکم رو گفته با شما آباده این؟ بله. خوبه؟ بله. خواه عجل و نظام. اینجا کجاست؟ خوبی؟ ما کجایی؟ رئیس، الماس بیشه اینا هست. الماس؟ الماس درشت. الماس درشت. آخه شما دوتا چرا اینقدر ساده این؟ شما دوتا نمیدونین با کی طرفین؟ به من میگن کامی پا زخمی، رئیس کل دازا، همونی که مواد جاسازی که تو ماشینه و رئیس کل پلیسای شریف آباد گرفتتش و چپوندتش تو حبس به عبارتی 5 سال تو حبس مشتیگنی در آورد و بهش افخارد موند 2 سال بعد از یه مدت اومد بیرون و یه ماهی نفس کشید. بعدش هم تو نمیری یه شب نشست با چلیما، همون شب شد سر دست کل دوزا و ناکسای کل ترون. حالا الماسا من تو بار کنار بینم، الماسا اینجوری میگیرم. Oh!
بدرد برا زندان. جناب سرباز، ما آدم های خوبی هستیم. ما رو اون خانومه اخفال کرد. اصلا واقعا به قیافه من میخوره من آدم بدی باشم. دستگیر شدم. خدا رو شکر جناب سرباز به موقع رسیدین. دیگه کم کم داشتم نگرانتون میشدم. باید زودتر از اینا میرسیم. منتها سیگنال این دستگاه قطع شد. قربان فکر کنم جایی بودن که خوب آنتن نمیداده. میداده؟ من تلفن همراهه. به هر حال خدا رو شکر که به موقع رسیدیم. بله. تو خوبی بله. پسر؟ تو خوبی پسر؟ بله. ظاهرا که خوبن. خوب یکی از بهترین لحظات سالهای خدمت هم همین تماشای رسیدن خانواده ها به کانون گرم خانواده شون توسط تلاش نیروی انتظامی ها. نمیدونم احساسات همون چیز بیره یا بابا. من سعی میکنم که خامس که همه چه به خیر خوشی تموم شد و به پایان قصه رسید. حالا سب کنید ببینم. عرض کنم جناب سروان، به قول این راویه بسیار محترم، حالا که داستان به خوبی خوشی تموم شده و اون روح شیطانی هم از بدن این پسر بنده فرار کرده، فقط یه مشکل کوچولو بود. چه مشکلی؟ عرض نورم خدمتتون. اون روح شیطانی موقعی که دو بدن پسر بنده وجود داشت، یه سری موتورسیکلت دزدیده شده در حیات ما پارک شده، هنوز هم هست. میخواستم از جناب عالی خواهش کنم محبت بکنید بدون اینکه عواقب بدی برای پسر بنده یعنی دکتر داشته باشه، یه جوری این موتورسیکلت رو به صاحبانشون برسونید. چون شخصیت کامی پازخمی وجود خارجی نداره، یک مقدار کار ما سخت میشه. در اصل جرم هست و مجرم نیست. معنی نمیده جناب سران، یه جرم هست مجرم نیست. در واقع هر کنشی واکنشی داره. معلوم پرتقال اونجا بدوزدم، در واقع مرتکب یه جرمی شدم. ولی ما تمام تلاش خودمونو میکنیم. بله بله ممنون. ولی این وسط یک مطلب خیلی گنگ و مبهم برای من باقی مونده. دقیقاً همون مطلب گنگ و مبهم برای من باقی مونده جناب سران. و اون مطلب گنگ و مبهم چیه؟ اینکه چرا هنوز موتورسیکلتا تو حیاتن قربان؟ اینکه به چرا جرم هست و مجرم نیست، یعنی اینکه چرا باید حتما چیز باید به دستشون برسونه، اینکه نباید برسونه، من باید برسونم، شما باید. قربان پرتقال براتون پوست بگیرم بخورید. تو هنوز نمیدونی من 15 سال پرتقال نمیخورم. باشه من بخوام، به میزبان زحمت کشیدم پرتقالو بیشتر حسی کنم. و اون مطلب و این مطلب گنگ و مبهم باعث میشه قصه ما کامل به انتها نرسه. نرسه؟ چه مطلبی؟ الماس، علی رغم تحقیقات دقیق کارشناسانه و فنی ما، الماس هنوز پیدا نشده. احسن جناب سروان. و من احساس میکنم توی این جمع، ما احساس میکنیم توی این جمع، یکی هست که به الماس دسترسی داره. یعنی دقیقا سارق بین ماست و یا میتونه
حداقل سرنخی رو به ما بده. درست میگم آرش جان؟ درست میگم آرش جان؟ سلمان کمالی یک بار دیگه موفق شد. تبریک میگم. اولا باز بهتون تبریک میگم. موفق شد. قربان. 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 آتش نشانی خبر کنم قربان. خاموش کرد. یعنی کی میتونه باشه این موقع شب؟ من خاموش کردم. ولم کنید بی معرفتو. تنها گیر آوردین. وقتی تا سعادت بد نشست، بد نشست. ولی من فرار نمیکنم. فرار کردن آدم کوچیک میکنه. من تا آخرشو میرم. کسی هم از رفتن من ناراحت نمیشه. وای. سه دفعه که آفتاب بیفته رو سر اون دیفال و سه دفعه از اون مغربو بگن همه یادشون میره ما چی بودیم و واسه چی گرفتنمون. آرش. 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 اون جمع جمع شوخی هم نداری. این بچه شوخی هست. باشه. 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 باشه.